دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند تا در همین رابطه گفتگوی داشته باشیم. آقای دکتر توفیقی، آنچه که امروز کیهان تیتر میزنه و میگه FATF و تحریم ها مانع ورود واکسن نبودن، در حالیه که صدا و سیما و بسیاری از نهادهای حکومتی در ماهای گذشته خلاف این رو میگفتند، چطور شده که الان وضعیت تغییر کرد؟ بله، این نشان دهنده این هستش که جان عزیز ایرانیان گروگان بازیچه کثیف جناح‌های قدرت در درون خود سیستم بوده. ببینید، همونطور که شما هم به خوبی اشاره کردید، در طول چند ماه گذشته بارها و بارها تلویزیون رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و به هر حال اونهایی که در مقابل دولت خودشون رو تعریف می‌کردن، از موانعی مثل تحریم‌ها و اینکه کشورهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن وجود داشت. اما الان که در واقع دولت تغییر کرده و اساساً به نظر میاد که نظر آقای خامنه‌ای هم نسبت به دولت و هم نسبت به مجلس و کلیه دستگاه‌ها بالاخره مثبت هستش و میخواد بگه که این محصول در واقع اون عملکرد ایشون هستش، در حال تحریف واقعیت و دروغ، تحویل در واقع تحویل دادن یک تحلیل‌های دروغ به مردم هستن که بلکه بتونن برای مشروعیت نداشته دولت آقای رئیسی از این طریق در واقع یک کلاهی درست بکنن. خب آقای توفیقی، می‌بینیم که این روزها به هر حال واکسن به میزان زیادی داره وارد کشور میشه. چرا دولت روحانی این کار رو انجام نداد؟ اگر این امکان وجود داشت، چه موانعی داشت دولت روحانی؟ بله، این پرسش بسیار مهمی است که در افکار عمومی هم وجود داره و همونطور که در گزارش شما بهش اشاره شد، حتی در داخل کشور سازمان‌های مثل نظام پزشکی دارن این رو مطرح می‌کنن که چه اتفاقی در طول این یک ماه افتاده که 45% واکسن‌های وارداتی در همین یک ماه وارد شده و به قول آقای دکتر عین‌اللهی به جای باران سیل واکسن به کشور سرازی شده. خب ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده فقط این هستش که حاکمیت و مجموعه جمهوری اسلامی یک چرخشی در این سیاست واردات واکسیناسیون انجام دادن. اما از اونجایی که در جمهوری اسلامی وقتی که یک چرخش در سیاست ها به وجود میاد، لازم هستش که شخص رهبر، مخصوصا آقای خامنه‌ای، با اون دستور فاجعه بارش که در رابطه با واکسن، ممنوعیت ورود واکسن ها داده شد، باید او تطهیر بشه، در حال زمینه سازی برای این هستن که بگن بله، مثلا این امکان در دولت قبلی هم وجود داشته اما ناتوان بوده، مثلا آقای روحانی یا آقای دکتر نمکی در واردات واکسن. قطعا این گونه هستش. آقای روحانی و آقای در واقع نمکی متهم ردیف اول این پرونده هستند، اما باید توجه داشت که این افراد زیر مجموعه خود آقای خامنه‌ای بودند. این آقای خامنه‌ای بود که این دستور رو صادر کرد و میشه گفت با توجه به اینکه اثر بخشی واکسن ها ثابت شده، گزارشی که سازمان بهداشت عمومی بریتانیا اعلام کرد در اوائل سپتامبر نشون میده که واکسیناسیونی که در این کشور انجام شده بیش از 105,000 نفر از مرگ جلوگیری کرده، که همین اتفاق میتونه در ایران بیفته. دیروز در واقع مرکز کنترل بیماری های امریکا اعلام کرد که کسانی که واکسن زدند در مقابل با کسانی که در واقع واکسن نزدند 10 برابر اینها در واقع احتمال مرگشون کمتر هستش. و خب این اتفاق در ایران نیفتاد به خاطر اینکه در جریان اون بازی‌های سیاسی که همه مردم شاهد اون بودند، باید مثلا ناتوانی در واقع رئیس جمهور قبلی و در واقع دولت قبلی نشان داده میشد، و الان که آقای رئیسی که مثلا به قول معروف میشه گفت که نظر کرده ی آقای خامنه‌ای هستش، ظاهرا قرار هستش در شکل یک منجی ظاهر بشه که ناگهان اوضاع رو تغییر داده. به نظر من تنها چیزی که تغییر کرده اراده سیاسی خود حاکمیت هستش که تا امروز غایب بوده.